دوستان عزیز، آذرین گرانقدر و فامیلای بسیار زیاد مهربان ما، تشکر از افضل افزایی شما، یک عالم ممنون قربان شما. امی کسایی که خانمای خود قدر میتن، خوب سه یک کف بزنین. میگن که این خانم دیگه قرار کده بیچاره دلیزا را پاک میکنه، دیگه مسکین دیگه اعصابشان بسیار خراب است دیگه، اما تو دلیزا را دیگه پاک کده، خوب سه پاک کرد که دمی اسنا شور از یامد، شور از یامد کت بوتای گلپر، کت بوتای گلپر ای کمی آمد، یه دفعه گفت چی میکنی؟ چشم داری یا نداری؟ حالا خدا چشم دادید یا نه؟ سعی کنم یال جانم برآمد، خدا یاد اگر چی حال است از برای خدا، او خدا یا من را بگی از این خانه یا این را بگی دکه این دسته کرده جانو چی کردی؟ سعی کن دو ساعت است که میشقم میشقم باش سعی کنم خدا شوید، خدا تو لنده او را بگیره الهی خدا تو را. این زن دختر خانم اصابش خراب شد، رفت از این خانه، یک دونه تفنگچه داشت، اما ترکایی آمد گرز 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 همی شوی خود زد سه تفنگچه. اینال دلم یخ کرد یا نه؟ دیدی؟ اینال تو هم خود بشق هست دلای من بیخی زاره ایمه کفاندی بلا این در پست خدا، اینال دلم بیخی جمع شد بلا در پست دمی اصنا تلفون کرد بر پلیس، بله اداره پلیس است، پلیس جان بیا مدرسه که شوی مصاب من خراب کرد کرد پایه گلپر خدا آمده بود دالیزار پاک زفا کردم دالیزار حالی چی گفت هست همشیره گفت بگه چی گفت هست گفت بگه حالی چی گفت شده اینی شوی به مدرسه که خدا پایه از این را خوش کنه حالی پایهش را خوش کنه یا نه کنه بگه گفت چی گفت هست چرا گریان داری نمی گرفت اینی دالیزار پاک صفا ممیش شده بودم بل 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 میکرد کلی تاس واره دل دل همه ترکایی جلبست میداد کد پایای چتل خدا آمد مام اصابم خراب شد گرفتم میشه سه بر میزدم کشتی شه خود دمی اصنا دیگه پولیس ها آمدن پلیس ها آمدن یک دفعه پلیس ها که آمدن دمو دور استاد شدن دیگه دل بیچاره نفره دیگه دیش اتنک زده میره یک دفعه آمدن همین نفر همون ترکایی یکیش همون تو کش کرد او طرف برد چند دقیقه بعد قماندانش تلفن کرد گفت که منیر خان من منیر خان بله چی میگی؟ قماندان داراب صاحب چی میگی؟ چی کردن؟ قاتل گیر کردن؟ قاتل گیر کردن نکردن؟ نه قاتل تا حال گیر نکردن به خاطر از اینکه تا حال دالیزا تر است نرفتن تفنگچه در دستش است مورو نزنه بوان که دالیزا خشت بازم ترکایی باز ما همین قاتل گیر نه دوستای عزیز فامیلای مهربان ما بر ما هموطنای ما فامیلای ما هر ملت افغانستان هر ملیت افغانستان بر ما قلب ما است وجود ما است بسیار خوش دارم که لجا به لجا صحبت کنم فکایی ها داشته باشم جوکا داشته باشم شما را بخندانم از جان دل میریم به سراغ یک جوک دیگه میگن که یک خانم حامله دار بود بیچاره ای در شفاخانه آمد دیدن یکی از دوستای خود دیدن دوستای خود آمد اما ترکایی اما تو میگش دیگه خو خانمای عامله خو بیچاره دیدین که یک مشکل است دیگه اما تو خدا غنی خیر نتید هرچی میگم اولاد بس هست بس هست میگه یک دانی دگام کلمه گوی برویا کلمه گوی برویا کلمه گوی برویا حالا بس از دیگه شش تا کلمه گوی آمد دیگه افتایش چی میکنی حالا خوار کشته ما ها به خدا از مام شوی میرم و ترکایی بیا که جان در جانم نمانده بچه مام میرم این کلمه گوی کلمه گوی ها دست کلمه گوی بیخی دیوانه شدم خوار جان یکیش هم پیش ملا شامل کردم کلش از ملا گریختک ات کلش همیالا کلش یکیش مکتب نخونده ات گمش کن
ای تو بابا خورجان گمش کنم ما تو هر دیما دیدنی دار هستیم. الو خورجان چطور کنم گمش کنم باز که شفاخانه آمدم. ای طرف که همی چیزا ببینم آقا مرزا بیچاره مریض است آقا مرزا را. دمی اصنا یک دیوانه از دیوانه خانه دیگه سعی کرد گفت. همشیره؟ تربوز پتکریه؟ و می بیادر رایت یک تربوز یک قاش تربوز نمیتی؟ بگی نه یک قاش خوب بته؟ بیادر جان تربوز نیست که خداوند پاک خدا یک خوارزاده داده تا یک چوچگه کس در پیشم چوچه است خوی لاش بته که را بگردنه؟ او خدا سرقه سره چوام تفلارام بندی کدی کلانارام بندی کدی یک کل بندیاره ایلا بیتی و خدا سرخیر چوام خود خدا میربان است که خدا کل تنه آن همشی در راستی میگی یا راستی میگی تربوز است یا چوچگک است خب بار دیگه پناهید به خدا خدا شفا بده طبیعت در جان چرا چی کردید که خدا همشی در جان چی بگویم تا یه نمینجا ما را آوردن در نمینجا که تو دیوان هستی در حال که جور پاکیز هستیم فقط اینم در خانه من یک شوخی کردم مریض بودم در خانه نرس آمد در خانه نرس آمد گرفت سیب توته کرد گفت باش من میبینم تو دیوانه هستی یا نه من اینم این نرس گرفت اما تو رکایی سیب پست کرد همی یک دفعه سیب پست کرد همی کار از دست از این نرس گرفتم نرس اما تو گره ما هم دمی پشت نرس بدم مردی واسه پیش رفته بی نرس دیگه چیخ میزد که خدا او خدا این نرس ها کمی گیر کردم گفتم من این حال کار دم بگی نوبت توست مرا بده آندم از همون خاطر مرا در دیوال خانه آورد یک بابگک بیچاره آمد در ماینه خانه آمد در ماینه خانه آمد گفت که در آمد نرس پرسان کرد که دکتر سیبش؟ نه خیر نه دکتر مصروف است امرای دیگه مریض شما در اتاق دیگه برین دکتر میای پیشتان ای رفت که سعی کرد که دکتر یک کس دیگه را دی اما تو ماینه میکنه یام آمد اما تو رکایی قرار کده آستای کده می جرابای خود کشید پایای خود قیل کرد در سر یک جایی که دکتر یک انواریگک بود قرار کرده در موسر چیز چپرکت دکتر استراحت شد پایای خود در موسر از امو بلندیگک بلندی بسا مذرت میخوایم بلندیگک ماند و دمی اصنا یک دفعه دکتر آمد گفت که کاکا خیرت است خیر و خیرت است برو بچیم عدشت دندون بسیار زیاد تکلیف دارم عقل دندونم درد میکنه تو بلا میخی دیوه خدای جان پدر یک فرنید جویده به ایتالو دیگه یه چیز جویده نه به ایتالو خب خیر از کاکا جان بسا مذارت میخوایم تو که تو لنگای تا بالا گرفتیم من دکتر نسایی ولادیستم تو خاملدار نیست این ریست ایجال کاکای خود نی خیلی چرا لنگای تا ترکایی بالا گرفتی در اونجا؟ به خاطر از اینکه من گفتم عقل دندان ریشش بسیار زیاد داخل رفته باشه از اگر ریشش از کف پایین پیدا کنی از او خواهد دوستان عزیز، فامیلای مهربان ما، جوانای نازنین، هموطنای گل ما که در هر گوشه دنیا هستین خوش باشین، باصحت باشین برنامه ما در همین لحظه در همین جا به پایان یافت تا برنامه دیگه شما را به خداوند پاک میسپارم شب و روزتان خوش شبتان برات و روزهایتان هید باشه و تشکر میکنم از کمپانی حبیب گلزار که برنامه ما را اسپانسر شده قربان شما تو خنده آرای دیگر به همکاریه و افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم